از عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای اسماعیلی سلام و عرض ادب. آقای اسماعیلی، به نظر شما این گونه تلاش های بین المللی تا چه حد میتونه چهره طالبان را در دنیا بیشتر به افکار عمومی معرفی کنه؟ آیا این اقدامات در تغییر رویکرد طالبان موثره؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و همه بینندگان شما. ممنونم. بله، اعمال فشارهای بین از سوی سازمان بین مثلا شورای در قبال عملکرد طالبان تاثیر واقع شود و چهره منفی طالبان در که یک تعداد زیادی از لابیگران آن در آمریکا و در دیگر کشورها سالهای سال کوشیدن که از آن سفید نمایی نمایند، حتی در زمانی که طالبان هنوز به قدرت نرسیده بودند، تعداد زیادی از لابیگران طالبان که مکنون موجود هستند مثل آقای زلمه خلیلزاد و همکارانشان و تعدادی از رسانه های بین المللی، مخصوصا رسانه های غربی، که آنها سفید نمایی میکردن از طالبان که طالبان عوض شدند و طالبان قدیم نیستند، اینا اصلاح شدند، اینا به ما قول دادن که قانون حقوق بشر نقض نمی کنن، اینا به همه مردم اجازه میدن که در سیاست دخیل باشن، اما اینها همه بالاخره روسیه شدن و دنیا الان میدونن که طالبان همون طالبان قدیم است و اونا قابل تغییر نیستن و این عمل میتونن نقطه فشار، نقطه قوت باشه بر علیه طالبان و میتونه یک امیدواری برای مردم افغانستان باشن که مردم افغانستان ببینن که واقعا جامعه جهانی و مخصوصا شورای امنیت و سازمان ملل هنوز افغانستان فراموش نکردن، مردم افغانستان فراموش نکردن و میتونن امیدوار به آینده باشن که ممکن تغییرات رونما گردد و باعث سقوط طالبان یا اصلاح طالبان شود. ممنونم از همراهیتون. با تشکر از عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.